مانیتوری که اینجا دارید میبینید گرونترین مانیتوریه که من تا حالا دیدم و باش کار کردم. حالا سوالی که به وجود میاد اینه که قیمتش فقط به خاطر این لوگو پشتشه یا واقعا ارزش قیمتی بالایی که داره رو داره یا نه؟ بریم سوال بعدی. از لحظه اول که من با این دستگاه کار کردم واقعا کیفیت ساختش کشت منو، یعنی قشنگ اینجوریه که میذاری رو میزت همین دستته که اینجوری رو پایش میکشی کیفیت احساس میکنی و واقعا قیمت 1900 دلاری که اپل واسه این مدل گذاشته، مدل نانو تکسچرشه، واقعا قیمت درستیه با توجه به کیفیت ساختی که داره، ولی با توجه به پنلی که داره سوال باید آدم از خودش بپرسه که 1900 دلار ارزش این کالا هست یا نه. نمیدونم الان نور این تو چجوریه حسین، اوور اکسپوزه؟ عالیه، خب خیلی خوبه، چون که الان نور این توی بالاترین حالت خودشه و توی 600 نیتز. قبل از اینکه سراغ بررسی این عزیز دل، ازتون میخوام که اگر که هنوز ما رو تو یوتیوب سابسکرایب نکردید همین الان سابسکرایب کنید، اگر هم برنامه رو دارید تو اینستاگرام ببینید هنوز ما رو فالو نکردید همین الان از این بالا دکمه فالو رو بزنید، از این پایینم لایک و سیو کنید. دمتون گرم. به توصیه نیما الان والپیپرشو عوض کردم و واقعا دیسپلی خفن و جذابیه. اینم خب لپتاپ نیماست که پشت دوربین نشسته. بررسی این لپتاپ میتونید این پایین برید لینکشو میذاریم ببینید. مکبوک M1 Max قوی ترین لپتاپ اپل علی. در مورد این دیسپلی بگم، از کیفیت ساختش شروع میکنم. کیفیت ساختش واقعا بی نظیره، یعنی این فریم آلومینیومیشو دست میزنی چیزی جز کیفیت احساس نمیکنی. بالاش یه سری سوراخ داره که برای ونتیلیشن، یعنی خروج هوای گرمه، میگه به هر حال دیسپلی به این بزرگی با رزولوشن 5K بخواد کار کنه یه مقداری هم به خروجی هوا نیاز داره. البته فن فکر کنم داخلش نداره. پایینش هم باز یه سری سوراخ داره که برای اسپیکراشه که اسپیکراش بی‌نظیره. یعنی من بین تمام مانیتورا بهترین اسپیکری که تا الان دیدم همینه. روی یک مانیتور واقعا بی‌نظیره. نمیتونم الان آهنگ پخش کنم براتون چون کپی رایت می‌خونه، ولی آهنگ کپی رایت فری پیدا می‌کنید رو فوتیجا براتون میندازم. واقعا لحاظ کیفیت بی نظیره. من هر جوری که حساب میکنم میبینم که خیلی خوبه. پشتش 4 تا پورت داره. این 4 تا پورت یکیشون تاندربولت 3 که جلوتر میگم چرا تاندربولت 3، 3 تا هم تایپ سی دیگه داره و متاسفانه فقط همین تاندربولت خروجی میده. هیچ دکمه روی دستگاه وجود نداره و خب سر همینم خیلی از امکاناتش فقط روی مک قابل استفاده است، چون اپل مک رو جوری تنظیم کرده که بتونید با این مانیتور کار کنید. و یه نکته که وجود داره اینه که مثلا من به لپتاپ خودم اینو وصل کردم، نورش رو نمیتونم تو لپتاپ خودم کم زیاد کنم چون اینجاش دکمه نداره که من نورش کم زیاد کنم. توی اپل مک هم میخوای نورش کم زیاد کنی، موسکو باید بیای این بالا، اینجا کنترل سنتر، بیای اینجا استودیو دیسپلی، از اینجا نورش رو کم یا زیاد کنیم و پنارهش همینه. الان من نوره اصلا از رو کیبورد کم کنم، نور رو کم و زیاد کنم، نور لپتاپ کم و زیاد میشه. لپتاپ ویندوزی هم همین اتفاق میفته. در مورد لپتاپ ویندوزی گفتم، اینو بگم که این مثلا وبکمش یه وبکم 12 مگاپیکسلی خیلی خوبه، واقعا کیفیت خوبی داره، اما این وبکم 12 مگاپیکسلی خیلی خوبه نازنین سنتر استیج داره که فقط سنتر استیجش روی مک کار میکنه و سنتر استیجش روی ویندوز کار نمیکنه. روی ویندوز مثل یه وبکم معمولی کار میکنه.
میکروفوناش هم بگم که البته یه میکروفون داره، میکروفوناش واقعا بی‌نظیره و واقعا مثل میکروفونای مک که استودیو کوالیتیه، اینم استودیو کوالیتیه و بی‌نظیره واقعا میکروفوناش و من واقعا خیلی دوست دارم. در مورد صفحه این دستگاه، دیسپلیش رو خیلی ها میگن این دقیقاً مانیتور اولترا شارپ 5K LG که اون قیمتش حدوداً 1200 دلاره و این 1600 دلار شروع میشه که این مدل ماتش قیمتش میشه حدوداً 1900 دلار گفتم بهتون. این مدل 1000 تازه اگه بخوای این استند هایتش هم که ارتفاعش جابجا میشدن بگیری، اون رو باید 300 دلار پول اضافه تر بدی، یعنی عملا 2200 دلار باید پول بدی که این فقط ارتفاعش هم بالا پایین بشه. بعد خب اپل عزیز، اپل دوست داشتنی، تو که این مانیتور خوب درست میکنی با این کیفیت 1600 دلار پولش رو میذاری، 1900 دلار البته، یعنی 1900 دلار پولش رو میذاری حداقل این مانتش هم بذار دیگه، میدونی؟ چون همه مانیتورهایی که تو این قیمته این مانت رو دارن دیگه، حداقل مثلا بخوام بگم پرو آرت ایسوس که مثلا 600 نیتسشو بیاری اینجوریه، 4K 120 هرتز هم هست داده. و از این نظر من با این قضیه، با این مانیتور مشکل دارم، چون قیمتش قیمتی نیستش که من بپسندم با توجه به امکاناتی که داره میده. غیر از اون مانیتور اولترا شارپ LG 5K مال 5 سال پیشه، خب و اینم قطعا مال 5 سال پیشه. و یه نکته که بگم بهتون، کسایی که iMac 5K داشتن و با این کار کردن از آن داشتن که این دقیقاً صفحش این iMac 5K ولی نورش بیشتره، 600 نیست، اون فکر کنم 400 نیست بود. و از این نظرم خب به هر حال این قضیه وجود داره و وقتی که با این دستگاه کار میکنی کیفیت خیلی خوبش رو میبینی، یعنی این که مال 5 سال پیشه نقطه ضعفش نیست. نقطه ضعفش چیه؟ نقطه ضعفش اینه که من یه نظر سنجیم تو توییتر گذاشتم، پرسیدم از مردم به نظرتون 5K 60 هرتز بهتره واسه مانیتور 27 اینچی یا 4K 120 هرتز؟ بلا استثنا همه تقریبا گفتن 4K 120 هرتز. و یه قضیه که وجود داره اینه که احتمالاً اپل برای کاهش هزینه های خودش اومده این حرکت زده و از یه مانیتور 5K استفاده کرده به جای اینکه برای یه مانیتور 4K 120 هرتز 600 نیست استفاده کنه. من به نظرم این اتفاق جالبی نیست، چون که 5K با 4K توی 27 اینچ تفاوت خاصی نخواهد کرد. ولی وقتی که یه مکبوک داری جلوت، خورت و گلدون، یه مکبوک داری جلوت، نیا خراب نشد آروم خورد یه مکبوک داری جلوت که صفحش مینی LED 120 هرتز، سختته یه دونه صفحه LED بکلیت 60 هرتز جلوت باشه. من واقعا سختم. ولی حالا اون بنده خدایی که اینو خرید خیلی از آن راحت گفتش آقا من در مکبوکم میبندم به این صورت، تصویرم رو این تو میگیرم. دیدی چقدر راحت اسمو جابجا شد؟ خب من اینو میگیرم اینجوریش میکنم و به نظرم حالا اونم قضیه اوکیه. اینم که چرا این ماته، به خاطر اینه که خب پشتش پنجره است و باید از این استفاده کنه. در مورد مات بودن اینو بگم، صفحه مات، شما هر مدل صفحه ماتی بگیری بلا استثنا همه صفحه های مات دقت رنگشون پایین تر از صفحه های براقه، همشون بلا استثنا. یعنی اگر که میخوای یه لپتاپ بخری برای کار ادیت ویدیو و فلان و اینا، اگه صفحه براق باشه دقت رنگش بیشتره. اما یه قضیه وجود داره که باید دقت کنی، اگر صفحه براق میخوای بالای 500 نیتس باشه روشناییش، چون که بازتاب نورش خیلی زیاده، انقدر باید روشن باشه که بازتاب توش کم باشه. غیر از اون بدونی که اصلا جایی که میشینی پشتت زیاد نور خاصی نباشه، اصلا نور خورشید تو هر چقدر نیتس هم بهش بدی بازم نور خورشید خب صفحه تو کور میکنه. و سر همین هم خب مثلا یعنی 600 نیتسه اوکیه واسه کسی که پشت اتاقش پشت میزش پنجره است، چاره ای نداشتش مثلا جز اینکه اینو بخری. در مورد مات بعد اینو میگفتم. دو تا نکته اضافه کنم، یکی این که قطعا این قضیه که من الان دارم میگم، این نکته که دارم میگم به خاطر چیپ شورتیجه. اپل توی این دستگاه علاوه بر این دوربین 12 مگاپیکسلی یه دونه پردازنده چیپست A13 بایونیک هم داره. این A13 بایونیک میتونست یه دونه چیپست دیگه باشه، اما چرا A13 بایونیکه؟ البته یه 64 گیگ هم استوریج توش داره، اینو باید بگم بهتون،
که این به خاطر اینه که عملا یه دونه آیفون 11 رو باز کرده اپل انداخته این تو چیپشو. واقعا جدی میگم چیپ آیفون 11 کاملا تو این دوربینش هم که هست. به خاطر این که چیپ شورتیج داریم، من حدسم بر اینه چیپ شورتیج داریم و اپل چاره دیگه ای نداشته. یعنی تنها رایی که داشته این بوده که از یکی از چیپست‌های قدیمیش قیمتش اومده پایین توی این دستگاه استفاده کنه که بتونه پردازش تصویر و نمیدونم این وبکم و فلان اینا رو بر عهده اون بذاره. اگر که من اینو حالا چیز میگم، اگر که یک سیستم عامل ابتدایی ساده مثل سیستم عامل اپل تیوی هم در کنار چیزهای دیگه روی این بود، واقعا قیمت بالای این دستگاه ارزش خیلی بیشتری پیدا میکرد به نظر من. ولی خب اپل اپله و هیچ کدوم از دوتا دستگاهشو با هم ترکیب نمیکنه یه دستگاه بده. این کارهای مایکروسافتیه که مثلا یه تبلت رو با یه دونه لپتاپ قاطی میکنه بعد یه دونه سرفیس میده، ولی اپل از این کار نمیکنه. مطمئنن اگر که این کار میکرد فروش رو نمیدونم مثلا اپل تیوی شاید میمد پایین، فروش فلان دستگاهش میمد پایین. ولی خب وقتی این کار کرده یه همچه اتفاقی نمیفته و میشه بادم دیگه فروشش رو میکنه اینو، اپل تیویش هم یه جور دیگه میفروشه، هر کدوم رو به جای خود میفروشه. ولی خب من دوست داشتم حداقل یه سیستم عامل اپل تیوی رو این تو میدیدم، شاید حداقل میشد دو سه تا دستگاه بهش وصل کرد، ولی الان نمیشه. این فقط یه دستگاه پشتیبانی میکنه. یه نکته دیگه که وجود داره اینه که کابل اینجا رو جدا نمیشه. کابلش نه، اپل گفته کابلش رو جدا کنی گارانتیش میپره. آره. کابل پشتش جدا نمیشه. آره، بعد کابل پشتش رو نگاه میکنی این آیمک 5K یه. یعنی جدا میشه که... ولی جدا نمیشه. آفرین. ولی خب این پشتش این آیمک 5K پورتش و اصلا مثل آیمک 5K راحت جدا نمیشه. برای چی نباید مانیتور پاورش جدا بشه؟ بله مثلا این کابلش خراب بشه اونم ما هم تو ایرانیم. خب مثلا اتفاق دیگه، آقا داری اینو وصل می‌کنی می‌زنی به برق، میزت سنگینه، این کابل این میره زیر میزت می‌سوزه خراب میشه، بعد مجبوری کابلش رو عوض کنی. کابلش رو جوری باید عوض کنی؟ کل دستگاه رو پک می‌کنی می‌فرستی کشورهای همسایه با یه هزینه بسیار گزاف که فقط کابلش تعمیر شه به جای اینکه فقط یه دونه کابل بخری بزنی توش. این کابل تاندربولت 3 97 وات دستگاه شارژ میکنه. خب یعنی این پاورش خیلی پاور سنگین و قویه این کابله که میتونه 97 وات تازه جدای اینکه خودش رو شارژ کنه 97 وات یه لپتاپ هم شارژ کنه. پس این کابله باید خیلی مراقب باشی با این چیزا درست نمیشه کرد. آره پس اگه کابلتون خراب شه تو ایران هم باشید بعد حداقل 20 تومن هزینه کنید بفرستید پیش اپل امارات درست کنه برگردونه براتون. آره دقیقاً 4K 144 هرتز ایسوس 1 گیگابایت مثلا الان 20 تومن پولشه. 27 اینچ هم هست من. آره و واقعا من از این نظر با این مانیتور مشکل دارم. خب این الان این قضیه رو این کارو کردی آیا اپل شما این همه ادعای محیط زیستت میشه، خب این کابل الان چیه؟ همین این کابل باعث میشه که شما بگی ما محافظ محیط زیست نیستی دیگه، برای محیط زیست ارزش قائل نیستی، چون دوست داری مانیتور که خراب میشه کاربر نتونه راحت درستش کنه بره اینجوری درستش کنه. در نهایت باید بگم که این مانیتور خوبیه، فقط در صورتی که واقعا این تیکر دارم من از MKBHD میگم این حرفمو، مانیتور خوبیه اگر که شما یک مانیتور میخواید با این مشخصات 5K باشه. تنها مانیتور 5K 27 اینچی بازار اینه که 600 نیتس هم باشه، چون 500 نیتسی داریم 600 نیتس فقط همینه، اپل باشه، اسپیکر خوب داشته باشه، وبکم خوب داشته باشه، صفحش هم DCI-P3 100% باشه که برای ادیت ویدیو و عکس و اینا خیلی خوبه. تنها دلیلی که آدم بره این مانیتور بخره همینه، واقعا تنها دلیلش همینه، چون میگم 4K 144 هرتز ایسوس 30 تومنه با یک کیفیت ساخت خیلی خوب که تو همین لوله، اسپیکرش مثل این نیست، وبکم نداره، بهترین وبکم بری الان یه دونه دوربین میرورلس بگیری که بذاری این بالا واسه وبکمت با یه دونه چیزش هم قیمت این میشه با یه دونه لنزش. یعنی میتونی یه مانیتور بخری که وبکم نداره و یه دونه دوربین میرورلس با یه لنز خوب استفاده کنی این بالاش هم بذاری جای وبکمش با قیمتی که این دستگاه داره. و من تنها دلیلی که میبینم آدم بره این دستگاهو بخره، دستگاه نازنینیه، خیلی با کلاسه. نگاه کن
شما فکر کن اینجا من میز کاری من باشه، خب بعد این مک که اینورم هست، اینم اینورم، واقعا خروجی کاری که این داره روی میزم میده، کلاس کاری که این داره به میزم اضافه میکنه، هیچ مانیتور دیگه ای تو بازار این کارو برام نمیکنه. کاملا جدی دارم میگم و به نظرم از این نظر این مانیتور بی‌نظیره. چه صفحه‌ای داره خدای، ولی آیا این ارزش همچین هزینه یا داره؟ اگر مینی LED 4K 120 هرتز بود قطعا داشت. یه تشکر ویژن بکنم از اسپانسر این برنامه که مکنید هستن. مکنید مرجع مک تو ایرانه و خب تو برنامه بررسی ام و مکس هم گفتم آقا مک، خب مک تو ایران برای مکنید هستن. مثلا شما مک میخوایی بخری باید بری سایت مکنید. من نیما لپتاپ خرید، داداش خودم مک خرید، هر کی مک خرید اپلیکیشناشو مشکلاتشو همه این چیزها رو میره تو مکنید حل میکنه. حالا اینم اینستاگرام مکنیده، توی اینستاگرامشون کلی پستای متنوع در مورد اپل و حالا آپدیت های جدید و اپلیکیشن جدید اپل داره و حالا در موردش توضیح میده. یه کانال یوتیوب هم داره که من جفته هم اینستاگرامشو هم کانال یوتیوبشو این پایین براتون میذارم، جفتشو حتما ببینید و پیجشون هم فالو کنید حتما. دمتون گرم. ممنون که این برنامه دیدین. نظرتون در مورد مانیتور حتما توی کامنت بنویسید، بگید که ارزش خریدشو داره یا نه. اگر که پولشو داشتید، یعنی مثلا 70 میلیون تومان بودجه برای خرید یک مانیتور داشتید، میرفتید اینو میخریدید یا نه؟ اینو هم تو کامنت ها برام بنویسید، جواب این سوالو بدید، با هم در موردش صحبت کنیم. دمتون گرم. اونم خب یکی از دلایل اصلیش این لوگو پشتشه. باید واقعا خب